و استاد که امچال یک ویدیو هشت دقیقه ای داده البته درخواست داشتیم که اینو یک تحلیلی بکنیم خیلی تلاش میکنه چون دیدم این صحبت مهمه یک بخشی در بدنه اپوزیسیون غیر و اینا با یک صحبت های ظاهرا ملی میخوان مردم رو ببرن پشت این حکومت تروریستی لشکر مردگان در حقیقت ایران برباد بده بگن حالا بریم در کنار این ایران برباد بده ها علیه اسرائیل بایسی. که حالا من قبلا در مورد این قضایی ها صحبت کردم که این تفسیرهایی که از جنس محمد منظرپوری و پیمان عارفی و رامین پرهامی و این دوستان هست حتی شهرام همایون هم دیدم این سخنان میگه یک ورژن دیگرشو آقای رایفی پور داره میگه یعنی همون ورژن دیگری داره دارم میگه که دیگه رفته دیگه رنگ هنا رفته و دیگه این سخنان محلی از اعراب نداره منتها من گفتم که صحبت های آقای رایفی پور رو یه نگاهی بکنیم اینا و این سفسته که در اینجا مطرح میشه یعنی حجم واقعا تولید سفسته و تولید مزخرفگویی که رایفی پور تولید میکنه واقعا یک حد وحشتناکه حتی همهشون دارن چرت میگن این دمش کم یه اعتماد به نفسی داره به خاطر که سخنرانیاش هم در جمعیت حرف میزنه یه تعداد بالاخره جقل مچه این در حوزه فرق سازی تونسته مخشویی کنه مطالبی که این میگه باور نکردنیه دیگه گوش کنی امروز تو منطقه کار به انتها رسیده اسرائیل با تمام وجود برای ماندن داره می مام ما برای از بین بردن او داره می جنگه. خب ببین همینجا همین نکته همین خیلی مهمی دیگه همینجا داره جپه حق و باطل رو داره میگه از حتی ما تو گفتیم این جنگ جنگ ایران و اسرائیل نیست جنگ حق و باطل نیست جنگ خوب و بد نیست جنگ جنگ لشکر مردگان و لشکر زندگانه ولی در این حال زیل این قضیه خود این داره یک اعتراف بزرگی رو میکنه که اسرائیل برای ماندن برای زندگی داره میجنگه و ما برای از بین بردن اون این مایی که داره میگه همون جریان شیعه گراست به خاطر مریضی های مذهبی که داره این به صرف همین یه ای که این الان گفت گوش اسرائیل با تمام وجود برای ماندن داره می جنگه ما هم برای از بین بردن او داریم می جنگه خب به همین یک جمله حق معلوم میشه با اسرائیل این به همین یک جمله هر کسی که آزادی خواهه کنار اسرائیل قرار می گیده دیگه چرا تو بعد بری بسن به خاطر حالا بعدم بازش کردیم قبلا هم باز کردیم حالا اینم یه خوخشش باز میکنه که وقتی باز میکنیم قضیه تازه اعتماد مطمئن تر میشیم کنار اسرائیل بعد بایسیم میگه اون برای پس اون با کسی کاری نداره اون فقط میخواد زنده بمونه تویی که داری جنگ را میندازی دیگری از بین اون دیگریه نمیخواد تو رو از بین ببره اون دیگریه فقط میخواد خودش رو حفظ کنه جنگ وجود یکی از مقدس این جنگ هست. جنگی که برای نابودی دیگران است نامقدسه در این جنگ نامقدسی که جمهوری اسلامی علیه اسرائیل درست کرده و جنگ مقدسی که اسرائیل داره علیه اینا میکنه معلومه ما کنار اون جنگ مقدس وای میسیم دیگه کنار اسرائیل وای میسیم اسرائیل میخواد بماند این داری میگه اصلا صحبت من چیزی اضافه نمیکنم این میگه اسرائیل میخواد بماند با همه وجود میخواد بماند ما با همه وجود میخوایم نابودش کنیم پس حق با اونه چون اون برای زندگی اون با تو کاری نداره تو میخوای اذیتش کنی اون وظیفه داره ببین من اینجا میگم درگیری که داشتیم بنده خدا مزاحم شد گفتم من که با این آدم کاری ندارم این ولی اومده این زندگی منو چیده من دیگه ولش نمیکنم من برای من برای وجود دارم مبارزه برای این اومده جلوی ببخشید شما یه نفر یه آدمی که تهدید کنه من بچه‌تو میدوزم تلفنی درسته فردا شله مهد کودک بچت باشه تو دیگه چیکار میکنی دیگه اینجا بحث وجود دیگه تو که با اون کاری نداری و اینجا این درگیری حق بر من است اون ناحق است اینجا اسرائیل میخواد زندگی کنه تو رفتی مزاحمه شدی تو رفتی گروه دورش درست کردی حالا دیگه با با این کارا رو کردی بعد اون یه کوچولی که یه کارایی میکنه حالا چهار تا دانشمند تو ترور میکنه میاد در باکو و کردستان عراق میخواد حرکاتی بزنه تو بزرگ معلومه تو از اول گفتی میخوای اونو نابود کنی نه امروز نه دیروز نه در این هفتاد سال 1400 سال دنبال نابودی اونی برای چی خب اصلا تاریخو میگن آقا از هفته اکتبر نبین من میگم آقا برو از خود ممل و داستان یسرب و مدینه ببین تو ه... تو 1400 سال دنبال نابودی اونی برای چی برای ما ماندن معنا ندارد به اینکه ما ایرانی ما هزاران سال همین جاییم فهمیدی هزاران سال همین جاییم که تو که میگی ما شیعه امام علی هستیم ما ملت امام حسین هستیم اینجا هم شیرخانه امام زمانه حالا که دیگه یقهشون گرفته شده میدونن که اسلام خود رو البته این اتفاق خوبیه که خود رایفی پور هم میدونه شیه ارزشی تو ایران نداره اینجا که میشه ما ایرانیم هزاران سال اینجاییم جای دیگه میشه آقا این شیعه است که ما رو اصلا چه مگه ایرانی وجود نداشت ما اینجا شیرخانه امام زمان است اینجا دیگه صحبتی از امام زمان مطرح نکرد اینجا دیگه صحبتی از امام حسین مطرح نمیکنه میگه ما ایرانیم هزاران سال اینجاییم دقیقا همین صحبت و جنس شما میتونیم در اپوزیسیون و مخالفین جمهوری اسلامی که امروز بعضن بعضیاشون فکر میکنن جنگ ایران و اسرائیل یک رگ گردنی کلف کردن هم فکر میکنن جنگ بین ایران و اسرائیل هم فکر میکنن این پوفیوزایی که ایران را اشغال کردن اینا در نهایت ایرانی هن. آقا نه اینا دارن سفزته اینجا الان ببین این همه صحبتش میگه اینجا مملکت امام زمانه الان چی گفت؟ گفت ما ایرانی که بتونه نیرو جمع کنه که الان یه انگشت بر بین دو تا انگشت ما ایرانی بر اساس منطق اصلا حالا که اینطوره در تاریخ هم یه بار, یه بار یهودییا رو نجات داریم در دوران کوروش بزرگ قرار به روایت سازی منم براتون میگم تو پاچتون دیگه مال بله به اینکه که من اعتقاد ندارم که ما یهودیا رو نجات دادیم در زمان کوروش ما مردم بابل را نجات دادیم بخشی از مردم بابل هم یهودیا بودن حالا بعد یهودیا دیگه رفتن شلوغ کردن در توراتون یک بحث دیگری از نظر تاریخی من اعتقاد ندارم یهودیا رو نجات دادیم ما مردم بابل را نجات دادیم بخشی از این مردم بابل هم یهودیا بودن ولی اگر به روایت سازی آقا من اصلا فرزند کوروش هم یهودیا رو نجات دادم من ایرانی هم پس کنار یهودی وای میستم دهن تو رو سرویس این روایت سازی دیگه الان رفت گفت ما ایرانیم خب اونان که مستعمره نشینه این برمر دنیا بلند شد اومده آه. اونجاست که تقوتوقی درست میشه فرود از کجا آمده یهودی با, قرآن تو که قبول گفتن که قرآن که تو قبول داری من که قبول هم من, من میجاشم وسط اون قرآن تو قرآن می‌خوای میخوایی ورداری چیکار می‌کنی؟ یه دونه می‌زنی رو سرت من هم قرآن رو ورمیدارم یه دونه میمالم اونجا فرقی نداره من, من که اصلا مهم نیست ولی تو حد قرآن تو قبول کن تو قرآنت که این همه نام یهود توی اورشلیم و اینا اومده که خفش بابا گاهشون پرواز خروجیشون شلوغ میشه با تمام توانو میخواد به ما ضربه بزن و هر کاری از دستش بر بیاد انجام میده اینم یه دروغه و همه تمام اون میخواد ضربه بزنه تمام دشمنی ها رو همیشه اینا شروع کردن همه دشمنی ها رو اینا شروع کردن همه داستان ها از هر جای تاریخ که بگیری من نه کجای تاریخ دوست داریم تاریخ رو بخونیم اینا شروع کردن خب اصلا با تشیع آه. کجای ماجرا بوده فکر کنید فقط تشیعه اینا اصلا با خوی تمدنی مردم ایران مشکل دارن اینا اینا دروغ بزرگ تاریخی خب میگن شما یه بار حاکم نصف جهان بودید آقا خفش رو زر نزن اینا اینا پیش زمینه ها یه ذهنی غلطه یه دونه برق کاغذ بردارید تاریخ دیگه تاریخمون رو شروع کنیم بخونیم خب در تاریخ من میخونم میبینم که از زمانی که کوروش بزرگ دیگه رسمیت داد به ایران خب رومی ها حمله کردن یهودی نبودن یعنی یه یونانی بودن اون موقع یونانی ها ما درگی بودیم در جنگ ماراتون و فلان و جنگ داریوش بزرگ و و خالا خود زمان کوروش هم که یه سری درگیری داشتیم با سگاه ها با نیروهای بابلی با نیروهای چی همین آقای نوبک نصر رو بابل رو که گفتم نیروهای آشور نپال اینا اینا درگیر بودن هیچکدوم اینا که یهودی نبودن خب جالبه اینی که در زمان بعدش هم که اسکندر مقدونی کش کشور ما رو اشغال کرد و اینا 80 یکی دو سال حکومت اسکندر در ایران حکومت کرده دیگه دو برابر اینا اسکندر در ایران حکومت کرده به نام حکومت سلوکیان خب اینا هم که یهودی نبودن در زمان ساسانیان هم که ما این همه جنگ داشتیم با رومی ها و غیره حتی با عرب ها که شاپور فکر کنم اول یا شاپور دومی که زلکتاف معروفه که بعدا اصابش خورد شد خیلی از این عرب هایی که مزایمت ایجاد کرده بودن رو به هم دوخ که درس عبرت بشن شاپور و زلکتاف و اینا هم که دارم یه برفی این خط بزنیم این برم که تو زمان داستانم که خسرو اه اه چیز در خسرو پرویز و اینام که درگیریش باز با رومیا این برم که بهرام چوبین باز هم یهودی نیستن که اینام خط بزنیم برم که عربها به ما حمله کرده برم که تو طول این تاریخ 1400 ساله عثمانی حمله کرد در کنار این عثمانی حمله کردنه من دارم میبینم که مغول ها حمله کردن بعد انگلیسی ها حمله کردن پرتغالی ها حمله کردن اینا تاریخ دیگه روسیه تزاری شوروی مارکسیستی اینا همه حمله کردن حمله کردن حمله کردن من نفهمیدم کجا این تاریخ یهودیت به ما ضربه زده خب به من نشون تاریخمونه دیگه از همه اینا ساختار ذهنیه ماست من نگفتم یهودی ها و اسرائیل عاشق مردم ایران ها ولو به اینکه خودشون میگن هستیم مثلا میگم دروغ میگن دمشون میگم که دروغ میگن دیگه دروغ میگه میخواد با ما دوستی کنه دیگه دروغ که آدم بی دلیل نمیگه که من میگم آقا نه اون اصلا ما ب... نگاه نکنیم آقای نتانیاهو میگه من عاشق مردم ایرانم یا ضد مردم ایرانم من میگم تاریخ ما اگر یک لیستی تهیه کنیم چه کسانی به کشور من تو ضرب زدن جایی میتونی پیدا کنی یهودیت اگرم پیدا کردی تا لیست قرار میگیره اگر هم پیدا کنی تای لیست دیگه فوقش دو تا قرارداد نظامی سر شاه و کلا گذاشتن مثل قرارداد شکوفه خب کیه که کلا نذاشته ببخشید اومدن نسخشی از ما کردن از مغول بگیر تا روسیه تزاری بگیر تا شوروی ماکسیسی بگیر تا انگلیس بگیر تو همون هولوکاست هستی انگلیسی از ما نسخ اینا این همه نسخشی کردن از ما بعد اونا رو باهاشون رابطه داری بعد اینکه دو تا دونه حالا کلاهبرداری فوقش دو کلاهبرداری مالی سر ما کرده نه دهنه یه بود خفش و زنازاده درگیری شما مریضی های قرآنیه یه دست بچه ها برای ما بزنن این سطح, سطح بینش به این میگن میگه آقا یهودی ها چش ندارن ما رو ببینن من میگم آقا کل این تاریخ کجا این یهودیه به اون شک ای ای این حرف های چرت پرت خود منم یه بخشی گول زده بودید آدم میخونه آقا ما چه تحصاب خرکی داریم با مغز کلاسیک اسرائیل فقط بده آقا ولم کن من نمیگم جو نگرفته از اون ور بوم بیافتم بگم اسرائیل دوست ماست ما اصلا دوست نداریم خودمون دوست و دشمنمون رو باید بر اساس منافع ملی چجاری مدیریت بکنیم دوست و دشمن معنی نداره در عرصه بین الملل ولی از نظر تاریخی و غیره میگم آقا کجا این ضربه به ما زده بگی بریم دهن اسرائیل رو سرویس کنیم اینا همه حرفای مزخرفه اینا هرمه حرفایی که منطقی توش نداره دیگه بس دیگه خود من حالا میگم تو قبلا میگم منم غلط کردم مثل تو تو الان داری غلط میکنی من قبلا غلط کردم فرقا با تو اینه بعد من تازه بعد بالاخره از کجا میخوندم هر چی منو بخوندیم شما ضد یهودیت نمیشید الان یه مقدار دیدیم دا که ذهنمون رو باستر میکنیم یا کجا این یهودی به ما زر بزنن کجا این تاریخ زر بزنن بریم دهنشون رو سردیز کنیم تهش میرسی به اون داستان خشایارشا و اینا که اونم یک یه به نام جشن پوریم که اصلا وجود خارجی نداره تاش به یک داستان توراتی که اصلا نظر تاریخی هیچ وجود خارجی نداره. داره بعد بریم داستان چی بوده اینا. تازه همون جام که دارن میگن که مردخای و استر و اینا اومدن هفتاد هزار تا ایرانی رو کشتن نمیگن ایرانی که میگن که یاران هامان رو کشتن یا هامانی بوده وزیری بوده وزیر آقای خشایارشا بوده که این مثلا با یهودیا بد بوده. بعدم به دستور خود خشایارشا این کارو کردن. تازه باز اینو میگن کل این داستان از تا صد افسانه است. که البته اشتباه میکنن اینو که هنوزم برگزار میکنن ما سر این قضیه اعتراض دارم و بگم ولی من میگم نمیشه که نسکشی از ما انگلیس کرده روسیه کرده مغول کردن همین عثمانی تو جنگ چالدران دهن ما رو سرویس کرده کل کردستان ایران که یک پارچه بوده رو جنگ چالدوران از ذیل جنگ چالدورانی که عثمانی از ما جدا کرده ما با هیچ کدوم از اینا مشکل نداریم ولی این یهودی که اگرم ضربه ای زدن کمترین ضربه رو نسبت به همه دشمنامون زنن یقه اینا رو ول نمیکنیم خب این مریضی ضد یهود دیگه شما ضد یهودید مشکل اینجاست شما یه نگاه ضد یهود دارید ایرادی هم نداره داشته باشید ولی ما جامعه ایران با شما نیستیم ما, ما حداقل دیگه تن به این حرف ذهن کلاسیکی که ابتدا به ساکن جریان اسلامی در ایران بیان میکنه دوم جریان چپ بیان میکنه چپ ها نگاه مذهبی ندارن مثل علیزا اینا اینا عقده از یهودیا دارن چون یهودیا سرمایه دارن خب اینام ضد سرمایه‌ن دیگه چه تمام سرمایه دنیا رو همیشه اینا چیز کرد اونم هم ضدیت اونجا دارن یک جریان ملی هم که ما باشیم خود منم بودم قبلا ما هم با یک ذهنیت کلاسیک داستان رو نمیخوام بازش کنم یه دلبستگی هایی که بالاخره ما جریانات ملی به جنگ جهانی دوم اینا که نمیتونم جلوی دوربین باز کنم یه سری دلبستگی ها به این داستان جنگ جهانی دوم و غیره است این ضد یهودیت تقویت شده تو بین ما نیروهای ملی چون میدونه دیگه رضا با هیتلر بالاخره دوست صمیمی بوده اون موقع هم که رضا شاه این کار کرده اشتباه هم نکرده بگم اولین رادیویی هم که برای جریان ملی در ایران رو افتتا اصلا اولین رسانه ای که در ایران اومد رسانه جریان ملی بود به نام صدای برلین که پسر کیخسرو ارباب رفتش رو اندازی کرد و اومد به نام رادیو برلین که بخش فارسی داشت بعد که آلمانیا ایران اومدن خیلی ساختن در زمان رضاشا که حتی رضاشا خواست بهشون احترام بذاره راهن و که در تهران میسازن ایستگاه راهن و که میدانی که اونجا بود نام میدان رو گذاشت نازی آباد نازی آباد بابت حزب نازیه از اینجا ما هم یک ذهنیت بابت اون اتفاقات جنگ جهانی دوم که در سریال در چشم باد یک صحنه خیلی قشنگ جالبی رو نشون میده از اون فضای اون موقع که آقای اکبر عبدی و اینا همه آرم این چیز رو زدن آرم نازیا رو زدن اینا که همون گردونه مهر ایرانی البته همین اه 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 چلی پا شکسته اینو گذاشتن اینا تو سریال در چشم باد که آقای چیزم بازی کرده بود همین هنرمند خوشگله که چشش آبیه پارسا پیروسفند اونجا یه صحنه رو تو فصل اول اون سریال نشون میده که فضای فکری چی بود البته در کتاب از ظهور تا استیلای حزب نازی هم که سفیر ایران در زمان خود هیتلر در ایران در, آلمان نوشته در اون کتاب هم نکات جالبی رو داره که میگه وقتی که هیتلر خودکشی میکنه بخش قابل توجهی از ملی ایران در ایران هم عزاداری کردن هم خودکشی کردن مثلا جوانایی بودن که خودکشی میکردن این یه که بوده اون موقع. از این فضای فکریه جریان ملی هم که ما هم باشیم و فلان باشیم و بالاخره یک بخشی باشیم ما هم یک تأثیری گرفتیم که آقا ضد یهودی شدیم این اینا غلطه ولی دنیا عوض شده آقا این حرفا الان دیگه هوش مصنوعی و فلان و گوشی ای این, این چیزها رو بذاریم کنار نفع ما به هزاران دلیل امروز با اسرائیل به هزاران دلیل ما باید با این مردم دوست باشیم تنها مردمی که تو منطقه دقیقا تنها مردمی که تو منطقه الان منطقه رو آباد کردن یک زمین به بیابانی بهشون دادن بعد از نظر تکنولوژی غیره خودشونم هم که تفلیا حتی برای اینکه ما رو گول بزنن میگن ما عاشق ایرانی آقا تو هیچ کدوم از این کشورهای عربی یه خیابون کوروش نمیبینی اینا دست کم میگن خیابون کوروش رفتن در زمان ترام سکه کوروش دارن ولی برای خر کردن ما اصلا درسته که آقا دمشق هم میکن خرم میخواد خرمون کنه حرفم اینه مرسی حسن جان. تا کجا ما میخوایم با ذهنیت های کلاسیک ادامه بدیم و با این ذهنیت کلاسیک آب بریزیم تو آسیا به جریان چپ و تو جریان اسلامگرا و این ضد یهودی و چپا که به خاطر سرمایه‌داری اینا مشکله آقا ما بریم با این سرمایه‌دارایی که سرمایه دارن رفیق بشیم بهتره یا باشون دشمن باشیم خودشون هم که دارن ابراز میکنن از ما ایرانیا خوششون میاد اما این سطح والا من خودم قبلا دو تا دوست الان ندارم من دوست یهودی ندارم والا من دو تا دوست یهودی داشتم یکیشون سام بود در تورنتو اگر برنامه منو میبینه اصلا برنامه رو دست اول که شروع شد این کمکمون میگه والا من هیچ وقت بدی از این دوستان یهودی هم ندیدم شخصی ها تو رابطه شخصی من من بدی ندیدم این سطح دشمنی اگرم بحث بدیه که والا خب همه آدما هم خوبن هم بدن این این نگاه های منفی غلط من اصلا عجیبه بالاخره باید شما یه حرفی میزنی یه پایه تاریخی داشته باشه بگی آقا یهودی اینجا نسکشی کردن از ما کجا کردن خود نشون بدید ما اصلا باورم نمیشه بگم حتی یک زمانی هم رضا هم یک زدیتی با این یهودیا داشت و اینا به درست یا غلط من میگم اصلا تاریخو بزنیم کنار ببین شما تاریخو باید یک بخشش رو نگاه کنی درس عبرت بگیری یه نگاهی هم به تاریخ بعد زمان حال ولی خودشو داره اگه به تاریخ نگاه کنیم مثل این عقب افتاده بچه مذهبی فکر میکردن 70 سال چون اسرائیل جنگش کوتاه بوده این سری هم جنگش کوتاه است خب چه هزینه ای دادن بابت این طرز تفکر غلط سید مقاربتشون حسن نصرالله امروز نیست میخوای درگیر باشی چون حالا رضا یه جا زدیت کرده با یهودیت حالا اونجا چون داستانه جنگ جا حالا اونجا به خاطر این همین میشه عقب افتاده میمونیم هم یاران مرسی حکومت حکامنشیان 49 یا 50 درصد جمعیت مسکون کره زمین تحت سلطش بوده بعد تازه خود یهودی ها الان رهبرانشون میگن آقا ما با ایرانیان یک پیمان کوروش ببندیم یعنی اگر پیمان کوروش ببندیم داره تعهد میده در پیمان کوروش که آقا من نه تعرض به خاکت میکنم نه گروه های تکزیه طلبت حمایت میکنم خب بریم ببندیم چرا نمیبندیم نمیشه که ما میگیم میخوایم نابودت کنیم بعد پسر نتانیاهو که میگه که آقا خب پس ما بریم ایران رو تجزیه کنیم ما بیاریم یقه پسر نتانیاهو رو بگیریم که بازم میگیریم اگر بگه ولی این ورا نبینیم که میگیم میخوایم نابودت کنیم من اینی که میخوایم نابودت کنیم فقط صرفا گفته جمهوری اسلامی نیست یک تعدادی از فعالان سیاسی به خصوص چپ هم دارن میگن به یه شکل دیگری چه منطقیه ما از این ور رهبران اصلیمون میگن میخوایم نابودت کنیم تا این لحظه هیچ کدوم از رهبران اصلی اسرائیل حتی واژه تکذیه نیوردن تمام صداهایی که از تکذیه ایران در اسرائیل بلند شده از مقامات غیر رسمی شونه یا اگر هم رسمی باشن در حد نمایندگان پارلمان کنسته یعنی در سطح نخست وزیر و وزیر تا حالا کسی این حرف رو نزده مثلا پسر نتانیاهو که پست و مقامی نداره ولی من میگم که این رو نگاه نکنیم فقط اون رو نگاه کنی مال من مال من مال تو مال من این نیزه تو چشم خودمون رو نگاه نکنیم خار تو پای دیگران رو نگاه کنیم این این منطقی توش نیست حالا رایفی پور اینجا نشسته منو تو رو خر کنه خب ما نباید خرشیم ما میگه اینا دستشون رو شده اینا کسانی ای آقا دختر ایرانی رو یهودیه نکشته اینا مهسا امینی رو کشتن تمام ما دشمنمون جمهوری اسلامیه بنابراین با آگاهی کامل کنار آقای نتانیاهو وای میسیم تموم رفت حالا میخواد هم وطن فروش والا آجه هم کنید آقا وطن توی توییتر نیستش که بشینید تو توییتر چیز کنید که از من وطن پرستر مگه وجود داره که تمام زندگیمو گذاشتم جلوی دوربین ول کنید بابا اولین پادشاهی و سلطنت و حکومت و دولت جهانه بسیاری از واجه های که امروز در کشورهای دیگه استفاده میشه و ریشه اینجوری داره همش فارسیه همش فارسیه شما الان خوا... انگلیسی میخوای بگی مثلا چند روز میشه توییتی زدم ده یه نفر یه اوقای اومده بود یه ماهی شکار کرده بود نمیشته بود آه چقدر باشکو لفظ باشکو فارس... فارسی مجسیک از لفظ مغ میاد مغها ها روحانیون زرتشتی علم ستاره شناسی بلد بودن دانش مرود مغها یور مجسی احلا حضرت من تو فیلم هم نگاه کنیم یه یور مجسی احلا حضرت احلا حضرت میشه بود شاهی خب الان یعنی چی این ایرانی فلان اینا الان میگه نتیجه گیری کنی بعد اسرائیل رو نابود کنی چرت و پرت میزنه به هر دری دیواری و تش میخواد نتیجه بگیره اسرائیل رو بعد نابود کنیم خفه شو بابا در عربا شهیا شحیع... و الان هم خیلی شدید شده ایرانی 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 گو آقا تو تو, اصلا داستان چی است برون شکلت برم تو خودت اشغالگر ایرانی نمیخواد بگی که ایران چی فکر میکنه یا اعلال شد به باب شهوه هر چیزی که خیلی خوب باشه به شاه ها داره شهوت شهوت هم و این ریشش جلو فارسی به خلا همه اینا هم که داره میگه نه من حوصله زبان شناسی اینو بعد برم دونه دونه این حرفاش که میزنه چند بار که مثلا این حرفا رو زده حالا الان نمیدونم این داره درست میگه یا غلط میگه ولی چند بار از این حرفا زده و این نمونه بخاطر خانم من تو این واژه شناسی ها خیلی خب چیز به خاطر تو اوستا رو تسلط داره خیلی قوی داره من اصلا با خانم هم میریم بررسی میکنیم چی داره میگه همه هم غلط میگه غلط و غلط میکنه تو پاچه بیننده خب حالا همین مرسی اینا میگن این سابقه که شما داشتید در کنار این مذهبی که از شما اینطور آدم های حق طلب و سلحشور می سازه. چه حق طلب هایی؟ که در مورد کشتار نیکا شاکرمی و غیره اینا مالکشی کنیم بگیم که خودکشی کرده آره در مورد زن و زن زندگی این دختری ای که میزنید هر روز تو خیابون لط و پار میکنید چقدر مذهب حق طلبی هستید که آقای رایفی پور شما سکوت که پیشه کرده بودید مدت ها در مورد همین سهیون پژوییتون هم که یک سالی بود خفه خون گرفته بودی که دیدی داستان چیه الان بعد از اینکه بوش تو پیچوندن سر قالی باف و غیر و اینا چهار تا موشکم زدید دوباره دیدید بازار سهیونیس پژویی دیگه داغه بریم در مورد حصائی. چقدر شما حق دلبین چقدر موزهای درستی گرفتی در مورد این گشت ارشاد که دخترای ما رو میزد میکشت 500 تا جوون رو به خاطر نوع پوشششون کشتی دمتون گرم هزار خورده ای نفر رو به خاطر اعتراض به اینکه آقا من میخوام حق پوششم و خودم انتخاب کنم کور کردید چه مذهب حق طلبی هستید من شاشیدم تو مذهبتون من شاشیدم تو حلقه تشنه امام حسینت حق طلب دنیا رو خواهید گرفت نه رو من صرف برجنسکیه آره همو برژنسکی خیلی حرفای دیگه هم میزنه درسته اینجا الان میگه دنیا رو خواهر میگه نمیگه در سر حق و اینا میگه ببین حرف برژنسکی رو هم تحریف کرد بگو برژنسکی رو هم بگو پوفی و زاخه یه بخشش هم میگه که ما همه دنیا رو ولا میگیریم این حق طلبی شیعه همه رو میگیره این حرف من نیست این حرف برژنسکیه اینجوری هم میکنه این حرف برژنسکیه نگاه کن برژنسکی چی گفته ببین دکمه ای داره میخواد کت بدوزه برژنسکی میگه اگر جلوی اسلامگرایی جمهوری اسلامی رو نگیریم دنیا رو میگیره خطرناکه اتفاقا اینم که میگه به خاطر که پیش زمینه درست کنه برای تحریمات زمین سازی درست کنه که کشورمون رو تحریم کنن دهنمون رو سرویس کنن که کردن نفهمید خرداق میکنن کباب نیست اما ادامش هم گوش کن که آقای برژنسکی میگه که ولی اینا اسلامشون داره نابود میشه به دو دلیل یکی شهرنشینی در ایران و یکی اینکه زنان دارن تحصیل میکنن میگه هر چقدر زنان تحصیل بکنن و هر چقدر مردم از روستا بیان بیرون و فضا شهرنشینی بشه کار اسلام به صورت اتوماتیک ضعیف میشه و حرفش هم درست بوده چون هر چقدر تحصیلات زنان در ایران میره بالا اینو دیگه بانوی اولتون گفتن <applause> خانم جمیله گفتن خانم جمیله زن رئیسی گفتن جمیله علم اولادا گفت من به عنوان کسی که دانشگاهی هم دارم میبینم جوانای ما تو دانشگاه فاصله دارن میگیرن از مذهب هر چقدر تحصیلات بره بالا از اسلام میان بیرون و اسلام یک ویروسیه که در جاهایی که رو چیز نشده در جاهایی که توسعه نیافته رشد میکنه چون اسلام در فضای روستایی شکل گرفته در زمان محمد و در زمانی شکل گرفته نه برقی بوده نه لوله کشی آبی بوده نه تکنولوژی بوده بر همین در روستاها اسلام شانس بیشتری برای رشد و نمو داره ولی در جاهایی که توسعه پیدا کرده شانس نداره اینا حرفای آقای برژنسکیه شما در شمال تهران اسلام آنچنان چیز نیست در شمال تهران این فضا چجوریه ولی در جنوب تهران چه در جنوب تهران در حقیقت مردم خیلی مسلمون تر بودن حالا اون موقعی که من بودم مثال زده بودن دیگه آقا در شمال تهران مردم دارن دنبال درخت کاج کریسمس و اینا میگردن در مرکز تهران مردم دنبال گرفتن چیزن مراسم برگزاری شب یلا هستن در جنوب هم دارن عزاداری میکنن برای امام حسین که اینا ستاش خورده بود تو یک مقطعی گفتن در جنوب دارن برای فاطمیه دهه فاطمیه دارن تو سر خودشون میزنن مرکز تهران دارن شب یلا میگیرن شمال هم که دارن چون به بحث کریسمس و شب یلا و چه میدونم این مرگ فاطمه تو یک زمان خورده بود سالای پیش این, این مثال در اومده بود پس بنابراین برژنسکی ادامه حرفش هم بگو که میگه شما نابود میشید به خاطر تحصیلات زنانتون و به خاطر شهر نشینی. اما تو دوست داری یک کوچولو قسمتیشو بگی و در آخره دکمه‌ای که داری براش یه دونه کت بدوزی دیگه ایرادی نداره بگو میگه ایرانیا خطرناکترینن چرا نمیگه میگه حکومت جمهوری اسلامی خطرناک ترینه خب میگه اسلامیا جریان شیعه حکومت رژیم شیعه خب میگه اون شکوه تمدنی تاریخی تو ذهن ایناست و این مذهب عجیب غریب عجیب غریب خدا رو خودت هم میگه عجیب غریب یه یعنی مذهب تخمی واقعا تخمی شاشیدم تو این شیعت احترام بذارید آره یعنی این سخت افزاری که اینا داشتن و این نرم افزاری که اومده اینستال شده رو این چیزی از اینها میسازه اینا دنیا رو خواهند گرفت باید اینو زد چیکار میکنن یه دیگه شروع میکنن به ملیت ما حمله کردن که اینا خائنن یه دیگه هم شروع میکنه حمله کرد این خواخود خامنه ای تا بلنش رفت تخت جمشید حمله کرد به ملیت و اینا نصف سران حکومتتون به ملیت ایران حمله کردن خب چی به مذهب آه. و ارزش ما... های دینی که اینام هم خائنن ما هم خائنیم اوکی ما شاشیدیم توی قرآن و شاشیدیم توی حلق تشنه امام حسین دوست هم داریم خایم بسوس حالا ما این حرفا کردی نمیگیم میگیم, میگیم. خب باشه رژیم حرامزاده صهیونیستی حرامزاده جد هر هروم لقمه کسافت تنها دستی که تو دهنش زده تو الان خود قیافت نگاه کن شبیه یاسر عرفاتی قدتون هم یکیه هر دوتا 157 سانتی هستید <applause> ایرانه بله ممکنه یه نقدایی داشته باشیم که چرا انگوشت این شکلیه چرا ناخونت اونجوری این چه انگوشتری انداخته چه اینجا دست کسیفه آه باشه. آه؟ باشه اما هیچ کس اصل اون رو زیر سال نباید ببره او تنها قدرتی که امروز جلوی نوایستده چون اینه بله شکل اون ناخون رو درست میکنیم اون کسیفی رو میشوریم اون زخم رو ترمیم میکنیم به شما اگه اهل پاکیزگی باشیم با تون در آگنده به جای گشت ارشاد میخوایم برای شما گشت پاکیزگی بذاریم ما شما را امر به پاکیزگی و نهی از شلختگی میخوایم بکنیم مأمور امر به پاکیزگی و نهی از شلختگی داریم بعد تو وای میسیم تو همون داستان گفتم دیگه گشت پاکیزگی یقتونو میگیریم مجبورتون میکنیم پیس پیس به تو اتکلون بزنیم میدونم براتون شکنجه است ریشاتونو آنکات میکنیم الان خودتون نگاه کن شلخته یک بار شده مواتو مثلا یه ژلی یه چه میدونم روغنی یه چیزی از همون میای بیرون گاو به اگه هم میزری اینجوری نمیشد موات همینجوری میای بیرون قشنگ اونجوری خوش می‌کنی با هوله برم جلوی حالا همه ساخرانی کنم گاوید واقعا نیم پانسمان میکنیم ناخون ناخون کنیم. همین کارو میکنیم از داخل خود مرد از منکرها اما رو عرفون از منکره بچه مردم تو خیابون نیست این تمام افتخارش ببین چیه افتخارش این نیستش که ما کارخانه را انداختیم تولید داشتیم گوشی های هوش مصنوعی داریم درست میکنیم ماهواره خیلی خوب برسادیم رو مدار زمین همون یک فرسان هم فیک دیگه افتخارش به تکنولوژی که تونستیم ایجاد کنیم کاری کردیم که مثل سونی و پاناسونیک و ال و در حقیقت سامسونگی که مال شرقه همه دنیا همه گیر بشه نه نه افتخارش به اینا میگه ما تنها کسی هستیم که مزاحم اسرائیلی تنها پشه و حشره موزی هستیم که مزاحم کسی هستیم که میخواد زندگی کنه و یکی از اولا تنها دموکراسی منطقه است دموکراسی اینجا با بار مثبتش دارم میگم این سطحی که اینا واقعا به هم احترام میذارن توی اسرائیل هشم ریزونه واقعا ببین کار به کجا رسیده چقدر بر حق اسرائیل که هیچ کدوم از اینا نمیتونن بگن نتانیاهو با زد و بند اومده بالا حقانیت یک حکومت اینجوری میشه فهمید که دشمناش در سطح رایفیپور و وعید خذا با همون هر اون لغمه علیز و غیر و اینا نتونن بگن نتانیاهو با زد و بند اومده بالا یه حقانیت یه حکومت دیگه بعد این افتخار داره من تنها کسی هم که با این مشکل دارم و تنها آدم خوب منطقه افتخار میکنه که مشکل داره خیلی جالبه امر معروف نهی از منکر مسئولینه و من این وعده الهی بارها عرض کردم به تمام این ادیان که رجوع میکنی میبینی این وعده جالبه همش هم پای ایرانی وسطه وقتی هم ایران میگن نه این ایران الان رو نبینید ها ایران که پهلوی دیگه آخرین بخشش بخشید اون بحرین رو دادم منطقه شما که حالا تو خودتون جنگ ایران عراق که 2500 کیلومتر خاک بخشیدی به صدام همین الانم هم که اول اومدی یه 15 هکتار زمین ما رو 15 هکتار یا 5 هکتار حدودا ندادم بابت دیواری که زدن انداختن تو افغانستان ولی این مهم نیست الان فعلا کل ایران آش و با جاشو دادی دست 15 میلیون افغانی خب سمت آرارات و دادورزا خانونه میدونم دشته تو یه دونه همین الان نفتی میادین گازی آرش رو نتونستی حق بگیری کویت و عربستان دارن برداشت میکنن چی میگی کجای کاری تمام منابع ایران شوهر دادی تمام منابع ایران شوهر دادی منابع هروم لقمه کل نفت ایرانو داری حراج می حراج که چیه به قول نماینده مجلس خودتون انگار نفت دزدیه مال دزدیه دارید همه اینا به با, با یک رقم بسیار نازل و کم میفروشی به چین تازه دو سومش رو داری کالای مصرفی میگیری اون یک سومش هم که پول میگیری خرج با های آنچنانی در جنوب لبنان کردی که استایی در یک چشم برهم زدن این زد نابود کرد خب نه نه همین ایران بزرگ باش که فرهنگ ایران در اونجا هست فرهنگ و تمدن ایران هست اونجا آره باش این وعده الهیه میگه به دست اینا تمام هم ببین همینجا که گفتی وعده الهیه کتاب حضرت الیاس مال هزار... 2000 خفش خف هم به الیاس داد زر نزن همه اینا خرافاته هم جوگه ببین اینجا چی میگی ایران در اونجا هست فرهنگ و تمدن ایران هست اونجا خب این وعده الهیه میگه به دست اینا تمام کار میگه این وعده الهیه به دست اینا چه چه, کاری تمام میشه نابودی اسرائیل اله یعنی منظورت الله دیگه وعده الهی یعنی وعده خدا الله دیگه الله حرومی اسکل تو خود رفتی یهودی ها رو به دنیا آوردی به وجود آوردی بعد این علنگ های ریش آنکات نکردن هم به وجود آوردی بعد به اینا وعده دادید که شما میرید یهودی ها نابود خودتون خود مرز داری؟ چرا به دنیا آوردی یهودی ها رو؟ یعنی در این سطح حرفاتون شوخی و خنده داره میگه خداوند به ما وعده داده که بندگان دیگری رو نابود میکنیم این چه منطقیه؟ پشمام وعده الهی همینجا که میگی وعده الهی یعنی دیگه استدلال ندارم ببخشی با همین این چرت و پرتایی که تا الان میگفتم هم داشتم چرت میگفتم از اینجا به بعد اون چرت ها هم دیگه نمیتونم بگم مجبورم حوالتون بدم به وعده الهی حالا وعده الهی اینه که امیدانایی میار خار مادر تمام شما شیعیان عزیز رو با هم وصلت میده که الان اومده الان تو داستانی چیکار کردم من بلایی که زر شیعه آوردن والا یزید و آقای شمر رو ابن زیاد غلط میکردن بتونم مثل من در بیارن. شما الان باید ته اون مفاتی الجناد یه دو فصل فقط برش زیارت آشورا علیه من بذاری زیارت آشرا که اسمش زیارته نفری نامه به یزیر و ابن زیاده دو فصل به من اضافه کن ای لعنت بر امید دانا که در ما رو اینجوری سرویس میکنه دست دست و یه, یه شیعه رو از شیعه در میاره به خدا صبح بالا میشم تا شب ده نفر به این پیام ندن که تو باعث نشدی که تو باعث شدی که ما در حقیقت اشیه در بیایم اینا دمت گرم و روزم شب نمیشه یا شبم صبح نمیشه به خدا یعنی آخه چرت اونها وعده الهیه که اومدم بر سرتون نازل شدم چرا رب تا پرت داری میگی کتاب حضرت الیاس مال 2800 سال پیش یعنی دو تا 1400 سال دو تا پیغمبر ما 2800 سال پیش می قبل ماشیح. 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 مسیح. نفشو با. نفشو با. از ظهور منجی ماشیه مشایه ماشیه مشیه هم مسیحه نه اسکالایی که جاله پاش نه نه پیرن چارخونه یا که داره میباره اون چارخونه این چارخونه و این تفلکی ها جلوش نشنه دو و سال پیش پروردگاری اسکل جهانی را آفریده که وعده داده بخشی از ساکنان این جهان باید بزنن بخش اون از هنوز هم 2800 سال حرف این خدای زمین مونده و حالا جالبه این خدایی که هوا داره یک بخشی از این ساکنان زمین بوده ساکنان جهان بوده که بزنن بخش دیگری رو بزنن این بخشی که الان دو میلیارد هم از نظر کمی خیلی زیادن فعلا داره چوب تو نشون میره هی میخوان برن اون بخش اقلیتی که خدا میخواد دهنشون رو سرویس کنه که 6 7 میلیون این 6 7 میلیون این دو میلیارد رو پاره پوره کردن <applause> پروردگار رسما خودش به خاک رفته <applause> چه بنده این پروردگار <applause> خود خدای به چوخ رفته چه به بنده این خدا <applause> چه خدای حرومی باید باشه که یه انسانی رو بیافرینه بگه برو انسان دیگری اذیت از 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 آزار کن چه خدای بعد حروم لغمه باشه به خدا <applause> مسیح لقب برادر من خوارم. من این نشسته داره این رو میگه اون تفلکی و وایسان های جونه بعد یه ده از همین فضای اوبوزوسی اینا آقا بریم پشت این اسکله آقا مریضن اینا دعوای این با دیدی مشکل مشکله امنیت ملی و غیره نیست درد درد ایران نیست درد درد فرقه این فرقه است مغزه پوکیده این گوساله در اصل هوش مصنوعی فکر میکنه بابا آقا الان من چی بگم اصل اصل اص این گوشه های لعنتیه این فکر میکنه که یه خدایی به این گفته بعد بر بری دهن یهودیه رو سرویس کنی من به اسم ملی چجوری چه جوری بدم پشت این الان دیگه آقا حق نداره اون اسرائیلی الان بیاد خار مادر اینو یکی بکنه به خدا حق داره چون این داره میره عملا با این چرت و پرتا زندگی اون بعد به خدای ایران قسم این همه از این تروریستا در لبنان و غزه و اینا هر چی میشه چون اینا نقضا فرقه است دیگه من اینا رو آدم الان نخب... شما رایفی پور میتونی آدم حساب کنی نه از صبح تا الان که این دو تا زن و شوهر زیر 40 سال در شمال اسرائیل کشتهشن قلبم درد گرفته برای که اینا مردم زندگی طلبن برای که عین منه سبک زندگیشون فلان اهل موسیقی گوش کردن اهل سریال نگاه کردن بزن و برقص اهل خوردن مشروب اهل استخر رفتن اهل بگو بخنده حالا قلبش درد میگیره این هم نوعش هم نوعش در کل کره زمین اتفاق اینا هم نوع ما نیست اینا مریضن ذهنش میگه آقا یه خو اصلا هم شعور نداره که انقدر بتونی تو مغزه تو مسائل رو تفکیک کنی یه خدایی گفته برو بقیه کجا گفته تو قران من شاشینم تو قرانت تو کجا گفته خب این قرآن اینا نفهمیدی نف چرنده است آقا مگه میشه اینقدر تکنولوژی پیشرفت کرده سن الان تو هم هم سن منی رای فیپور ساله سالته تو چهل سالگی فکر میکنی خدایی وجود دارد و این حرفا رو زده است خیلی گاوی بابا گاوی بعد اونا میشه اصلا جلوش دارن گوش میکنن این خدایی من مسیح اسم نیست عیسی اسم است چون سال نکو پیرن چارخونی پیرن سازمانی شو اینم چارخونه اونم چارخونه اونم چارخونه اون هم, هم یکی از منجی ها بود به اون میگفتن عیسی ایسا... یا ریشا آنکات نکرده ادم نگاه کن این ریش آنکات نکرده هیچ کدوم موهاشون رو یه ژل نزدن یه تاف نزدن یه موهاشون رو شونه نکردن خب این گاف ها اینا همه با هم دیگه من... یه کیسه پر مگس خب ارزش نداره میگه آقا من طرفدارم خب یه کیسه پر مگس ارزشی داره مسیح یه قبل از ظهور مسیح اون مسیح آخری اون که همه دل دلها برش می تپه میگه یهودیان در فلسطین حکومتی تشکیل میدن بله ایرا پرشین ها قیام میکنند پرشین حالا اینجا کت تو پاچه ما خب 1948 اینا حکومت تشکیل دادن همون آیات میگه عمرش اندازه عمری که انسانه 1948 تا الان 76 سال گذشته تا 2024 -20 فهمیدی آقا تو چرت و پرتی که داره میگه حالا میاد معلوم میشه دیگه آره باش میگه آقا یه جایی یه چیزی من رفتم خوندم این پیش بینی کرده اینا حکومت تشکیل میدن اندازه یه عمرم عمر یه انسانم اینا حکومت هم. خب اگه اینجوریه چرا شما باش جنگیدید از اول میذوای میسرید که 70 سالش عمرش بکنه بعد میجنگیدید عمر آدم چقدر 70 سال 80 سال 90 سال چقدر همینه قده عمر انسانه در اسنای حکومت اونا ایرانی ها قیام میکنن که ما هم که انقلاب کردیم انقلاب کرد و به دست پرشین ها نابود خواهند شد این کتاب خودشونه بعد من بعضی کتاب خودشونو تا قبول داری تلمود مثلا خونه ها خیلی اصلا اصل این چرت پرت خود تورات و اینا سوال جانم گاو باشه تورات رو قبول کنه انجیل رو قبول کنه حالا باز انجیل دست میدن اینش کم حداقل نمیگه برو پاره کن بقیه رو ولی اونم چرت دیگه بره قرآن قبول کنه اصلا کلا خب ول کن میگه خودشون دارن میگن خودشون گو خوردن با تو بچه شیعه که اینا رو گفته مل کن اینا همش مخ... م... مزخرفات خزعبلات و پرده خدایا میگه خدایا دیوونا رو میگن تورات مگه تحریف نشد بابا من برای یهودی بخوام مثال بزنم بعد از توراتش بیارم دیگه از قرآن که نباید بیارم به قرآن شوت هم یا مثلا من و فتن مثال میزنم برای اهل سنت ملاحام و فتن مال اهل سنت رایفی تا که انقدر با جزئیات تورات و خوندی و قرآن همه هم اشتباه خوند همه هم داری چرت میگن نظر من حالا مثلا تو استاد اوکی اینا رو ولش کن قرآن اینا چی گفته دو تا چشم داری این چیه دو تا چشم دو تا چشم داری اوکی الان هم که دیگه سن هر دومون که هم سنیم 63 به دنیا آمدی دیگه تو هم متولد 63 یا 62 هم سنم که هستیم قربون شکلت برم عزیزم این یک سال اخبار دنبال کردی خب الان اسرائیل داره نه نا... فقط همینه به من بگو اسرائیل به یاد چیز افتادم سریال نونخه بود میگفت این گاوه جاداتان به شما شیر میداد یا نه میگفتم بله شیر میداد میگفت والا این نرس یا ماده اینا میگفتن نره گاوه کشته بودن بعد این گاوه جاداتان ماده بود دیگه به جای این گاوه اسم جاداتان بود بعد تو این سریال نونخه گاوه رو گذاشته بودن یه دونه گاوه نر براش گذاشته بودن اشتباهی واسه شبیش در بیارن. بعد این رفت شیرشو بدوشید گاوه نره گاو گا من این جاناتان جاناتان نیست این نره اصلا میگن همینا دیگه جاناتان نر بوده میگه بابا مگه سوبو شما شیر نمیداد همین گفتم بله شیر میداد میگه حالا جاناتان مواد دست یا نره همه میگفتن نره میگه خدایا خدایا حالا حکایت من با اینا شده ببین عزیزم تو یک سال اخبارو گوش کردی صحنه دیدی اوکی حالا تو میگی تاریخ و فلان و این پیش بینی ها میگه یهود ما داریم نابود میکنیم الان تو این یک سال اسرائیل داره شما رو نابود میکنه یا شما اونو نابود میکنی بعد میگن که معلومه تو این یه سال ما خار مادر اسرائیل یکی کردیم نه نه ببین راه فیپور قربون شکل برم انا تو این یک سال ببین دقت کن دقت کن تو رو خدا اون رهبراتو تو کشته یا تو ره برای اونو کشتی اصلا این چیه یک سرباز میانه یک فرمانده میانه اسرائیل زدی کشتی ما برنده و بعد میگن که اون کشته خیلی جالبه میگن که اون ره برای ما رو کشته ما نتونستیم باشیم خب حالا کی برنده است ما برنده ایم خدایا ببین یه سوال دیگه دارم انگار نمیگی طوفان اقسا تو این طوفان الاقصا تل نابود شده یا غزه نابود شده خب غزه نابود شده حالا یه سوال اسرائیل برنده داره میشه یا شما دارید برنده میشید معلومه ما داریم برنده میشیم خدایا چیکارو تو گره یعنی هر جور بشینیم حساب کنیم اینا واقعیت های میدانی رو دارن میبینن و تو نتیجه گیری میگن که ما داریم برنده میشیم حالا میخوای برای من برید روایت در بیاری تاریخ در بیاری اونو بریز دور این چیزایی که تو یه سال لیدی رو فهمیدی اینو نمیتونی بفهمی تو به من میخوای به من اینو بفهمونی که تو یک سالی که اتفاقاتی که افتاده رو نمیتونی تحلیل کنی برای من داری میری از تاریخ میاری تحلیل کنی من شاشیرم اون تاریخی که تو خوندی آقا این میشه تو چیزی که الان داره جلو رخ میده رو نمیتونی بفهمی بعد میری برای من میگی تاریخ چی اومده گفته پشمان به خدا میگه قرآن چی گفته تورات چی گفته تحلیل تاریخی و مذهبی و اینا میکنه چیزی که تو این یک سال رخ داده رو نمیتونی تحلیل کنی شما بچه مذهبی ها و شما گاوا برای ما تاریخ رو میخوای تحلیل کنی چیزی که تو این یک سال رخ داده هزار تا روایت ازش در اومده بعد میخوای به من بگی تاریخ چی بوده چی نبوده ولمون که مال ماشین شوتی شوت که توی والا حالت خوبه نه تو خوبی اینا دیگه اصلا بحث دینی نیست بحث عقلیه عقلی عقل بکن یه بچه مذهبی بشینه صحبت عقل بکنه تو اگه عقل داشتی که اصلا این چرت و پرتا رو نمی نمیگفتی که من برام برادر اهل سنت اونجا باید مثال بزنم کدی عزیز مرسی بابت خب از مثال بزنم امام صادق علیه السلام والله 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 اونی که کار یهودی رو یک سره میکنه هم اهل قم خب بابا امام صادق بچه گونی تو که اندازه موهای سر من به تمام عرب های اونجا داده خودش که بچه گونی گیر حالا کاری نداریم همه از اکس صورت باش بی دی اس ام کردن میزنن تو سر صورتش به شلاق میزنن ترتیبشو میدادن صبح تا شب بات پلاک توی ماتتش بوده این امام صادق تو اگر میتونست پیش بینی کنه که 1400 سال دیگر ایرانیا میزنن اسرائیل رو نابود میکنن دست کم دو قدم جلوتر خودش رو پیش بینی میکرد اونجوری کشته نمیشد <applause> چقدر شما خرید به خدا خیلی خرید مملکت ما رو با این خربازی و منابع کشور ما رو داری هدر بکن بودجه نفت ایران میره برای آقای رائفی پور به عنوان یکی از مدیران بسیار دبیر کل امور محتویت تبلیغات برای امام زمانی که وجود خارجی نداره امام زمان تو دو روز جلوتر رو نتونسته پیش بینی کنه که قرار چوخ به چوخ بره 1400 سال بعد پیش بینی کرده گوه خورده کسی که نمیتونه زندگی خودش رو پیش بینی کنه 1400 سال بعد غلط میکنه اصلا فکر میکنه ولی چی باید فکر کنه مثلا من من که اینجام تو که اینجایی برای هزار سال دیگه فکر کردی آه دو فکر به حال خودت بکنه الان <تصفح> والا خوب. امام ساده ما سه بار داره وسط لفظ جلاله قسم جلاله میخوره والله 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 هم اخر بش به الله با اون تنگش ته تنگ بود دیگه سابقا تنگ بود الان یه مدتی گیر دارم به تنگش تو دو, دو سال گشادش کرد ای کاش که باز یه تاریخی رو میگفتی به غلط رسما داره رمالی میکنه این پوفیوس یعنی چیزایی که میگه هیچ کدوم تو تاریخ هم نیست رسما داره رمالی مهره میندازه آ ببین مهره نگاه کن این ستاره که اینجاست عددای عجم هم بیاریم و ولان و اینا این چیزا اینجوری کنیم فلا خب حالا یه دونه تخم مرغ گندیده زردیش زردیشو میذاری کنار سفیدیشو میریزی در دو تا تار موی گربه‌ای که تازه یه هفته است به دنیا اومده یا اگه گربه‌ای که تازه یه هفته است به دنیا بچه گربه گیر نیوری گربه ماده‌ای که تازه دو هفته زایده بعد این تخم مرغ زردیشو حواست باشه زردیش میذاری کنار سفیدیشو دو تا دونه تار موی گربه رو میندازی بعد میگی لعنت الله لعنت بر نتانیاهو نتانیاهو بعد دو تا قورباغه پیدا می‌کنی اینا رو از پشت به هم می‌دوزی بعد نر و ماده باشن اینا رو از پشت به هم ببخشید این نر ماده به خاطر داستان دیگه یه کو به نتانیاهو نمیخوره این این تجوید واسه داستانیه که یه خانومی اگه عاشق یه, یه پسریه یا, یا برعکس ما دو تا قورباغه رو از پشت به هم می‌ریزیم که اگه دو نفری که میخوان به هم برسن دیگه نرسن پشت به هم باشن اینا خب یه کار دیگه بعد با... رمالی میکنه پوفیوز رسما این رمالیه داره چرت و پرت میگه بخوره من پای رمالی برسه از این چیزا زیاد بلدم میام براتون قشنگ چیز میکنم <laughs> یه کانال یوتیوب می‌زنی خب بر اساس بعضی از این اسکلا دیدی کانال یوتیوب دارن بر اساس ستاره که امشب داره میاد و بر اساس عددهای ولان و فلان و فلان این تاریخ اینجوری میشه خفه شد اگه میتونستی الان وضعیت بهتر بود علاقه بر... یه خود آینده خودت رو پیش بینی می‌کردی زر میزنم رسما مردی از قم قیام میکند با... آدم آدمای دورش جمع میشن کذوبر الحدید مانند پاره های آهنن تو عزم و اراده از ما اراده این اراده رو چرا حالا با لحجه عربی گفت نگاه کن مردی از قوم قیام میکند آدم های دورش جمع میشن که زبر الحدید مانند پاره های آهنن تو ازم و اراده اراده داره فارسی میگه ولی لحجه رو عربی کرد مثل اصلا اینه که هندی صحبت میکنن حالتون چطوری کردهه؟ فارسی گفت ولی لحنش عربی لحجش عربی کرد پوفیوس چه سندای محکمی هم داره میاره کمرم الان با این سندای محکم عیزان آقای محمد منظرپور آقای رامین پرهام آقای پیمان آقای, پیمار آقای, پیمار آقای پیمار با این سندای محکم عیزانی که میخواد باید پشت اینا علی اسرائیل با این سندهای محکم فهمیدید باید پشت جمهوری اسلامی باشید علی اسرائیل یا نه سندا خیلی محکمه <applause> خب بگو اراده اراده رو بگو ببینیم ارادتون چی میگه اهلا سهلا مرحبا ها فی رو تو نجف کردن عربا آره آره این چیه اینا برات مال ای یهودیه داره مسیحیه داره شیعه داره سنی داره همش <تصفح> همش <"Homashi, homashi> ایران <تصفح> حالا ول کن کتاب کتابا رو بذاریم کنار اصلا ما بدین بگو بگو اصلا بگو کتابا رو هزار تا سند از کتابای مهم رو، ولش کن کتابو. اصلا ما بدین بگو این چوری که کتابو گفته بگو میخوان حالا بابا بدینا صحبت کنه دقت کنیم چی میگه <تصفح> باشم. در عمل چی شده؟ در عمل چه مهم داریم میزنیم پش ما میگه در عمل چی شده ما داریم میزنی آقا تو تو یه دونه اونی که میزنی جره ولی اونی که زدی واقعا خون از دماغ هیچ کی برده. در عمل اون تمام زاهدی امیده... تو زده آقای سید تو زده امید چی حاج امید زده همینجوری قتلت قتلت کرده یک دونه فرمانده میانش نه آقا به خدا به پرتاب موشک نیست الان اگر پرتاب موشکی که بزنی خون از دماغ کسی نیاد با این موشک خودکار بیک منم که پرت میکنم خون از دماغ کسی نمیاد نتیجه یکی است آقا تو الان چقدر موش... تا موشک زدی سمت اسرائیل چه تلفاتی گرفتی هیچ من الان دو تا خودکار بیک پرتاب کردم چه تلفاتی گرفتم هیچ تازه با هم مساوی شدیم <تص> حالا من میام ادعا کنم در عمل کی داره حالا بچه شیعه رو میزنه من امید دارم چون خودکار بیک پرتاب کردم چون من مسخره بازی مگه در عمل نمیفهمی که اون داره پارت میکنه آقا باز داره سوال میکنم تو رهبرای اون رو زدی یا اون رهبرای تو رو زده خب خودت قبول داری اون رهبراتو تو زده حالا جواب بده کی برنده است تو برنده ای پشما آقا از این گاوه قبول داری تا دیروز شیر میخوردی اوکی خب این گاوه نره یا ماده نره چقدر تو خری هر کسی هم هر جا هر اتفاق افته ما بشته از بالله لبنان ما ساختیم حوثی ها رو ما کمک کردیم خوشم داریم داریم ببین دقت کن کرمایی که ریختن علیه دیگری هشت و شعبی عراق ما ساختیم ما کمک کردیم با پول چی؟ با پول ما با پول ملت ایران منابع از ایران مصارف برای هزینه های توهمات ذهن اینا که تو کتابا چی میگه امام صادق خودمون والا 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 پرشیان ها میزنن دهن یهودی ها رو در 1400 سال دیگه سرویس میکنن ولی من خبر ندارم دو روز دیگه چوب تو آسین خودم میخواد بره یا زندگی خودش رو پیش بینی کنه ولی بسا 1400 سال بعد ما رو پیش بینی کرده هر اون لغمه اسم خودش هم امام صادق بارو بابا پشم صورتمون هم نبودی خودکفاشون هم میکنیم خودشون دیگه موشک میسازن آقا اجازه نده هیچ کسی هیچ جا به خوبیت بزرگ و ستورگ من و شما حمله کنه ما یک رسالت الهی بر من شاشیدم تو اون رسالت الهیت تو گشنت میشه داتا نیم رو نمیندازی با پا با این رسالت های ابل... چیزت واقعا الهیت خواهشن یک موات رو درست اون جورابات که سوراخ شده رو تا خدا چیز نپوش بو پاتون داره دیوونه‌مون میگه از همین باشه دوردی چه خیلیاتون هم من میدونم اگه شما مسجد برید کفشاتونو در بیارید بو پاتون رسالت پیدا بکنید جوراباتونو بشورید آخه شما گوز که دارید همش هم کشته میشید چرا رسالت به کتلت شدن دارید شما همتون هم که دارید کتلت میشید بابا کتلت داری میشید تو قابلمه کتلت ازتون ساخته بعد تو برای اون شاخشونه ما با... ما رسالت داریم نذاریم هویتمو ما به هیکل هویت منو تو گرفتی اسرائیلیه که ده تا خیابونش نامش کوروشه تو داری منو هزینه برای حرام لغمه تو قزه میکنی که نام خیابوناشون صدامه نام مغازه هاشون قادسی است تو داری من اون اسرائیلی که نام خیابوناش هم که کوروشه تو ضد من مردم ایرانی تو بچه های مردم ها به خاطر پوشش کشی تو هشت میلیون ایرانی رو باعث فرارشون شدی که امروز گفتمان اول دانشجویان ایران چیه مهاجرت پسر اومده تو این برنامه دیالوگ برنامه گذاشته برای مهاجرت حالا محتوا رو کار نداریم چقدر اصابم خورد شد که دو طرف هم داشتن حرف درست میزنن برای همین آدم یه جای دیگه نمیدونه چی درسته چی غلطه همونایی که میخوان مهاجرت کنن همونایی که میخواستن بمونن تو این بحث جفتشون داشتن حرفای درست میزدن آدم دیگه نمیدونه دیگه چی بگه پسره رو بازداش کردن بعد از قسمت سوم دیروز ریختن داد با کردن این پسره رو که مجری این برنامه دیالوگه تو این تو شما تو اسرائیل یارو وسط جنگ داره فوش مادر میده به نتانیاهو نگرفتن به مهمترین و آزادترین کشور منطقه داره آزار میرسونه اسرائیل به اسرائیل که آزاد، آزادترین کشور منطقه است تو وسط جنگ موقعیت جنگی هم یاران مرسی بابت داره به آقای نتانیاهو فوش میده یک بار پلیس نمیره در خونش بعد اینا به یک پسری که تازه خودشونه یه جورایی شاید اومده داره نقد میکنه سر مهاجرت و اینا برنامه ساخته برنامه یه چیزی داره میسازه چهار تا جوون آورده که اینا حرف دلشون رو بزنن پسرا رو گرفتن بردن و این میگه ما آزادی داریم ما ما رسالت خداییمون ما آزادی خواهیم من شاشینم تو آزادی خواهیم ببخشید واجر خیلی دارم میگم اصلا من خورد شده واقعا نمیدونم چی بگم دیگه واقعا فوش زیاد بلدم و فوش کشدار کافدار انواع فوشا رو بلدم دیگه نمیشه گفت مجبورم محدود کنم و میخوام به دو سه تا فوش خیلی چیز ولی انقدر دارم ارتش هم ارزش میاد کاربرد این فوشا بر من زیاد شده بعد بهش بگم به آزادترین و منطقی ترین حکومت منطقه داره چیز میکنه اذیت آزار میکنه بعد میگه این رسال چرت و پرت میاره آقا اینا پیش بینی های چی چی دینی ماست بابا خفه شو بعد که نمیتونه زیارم اسلام اسلام کنه میخواد ما ملی گرارم خرق کنه آقا ایرانی ها بی... اگه ایرانی بره پشت این حکومت واقعا داره حماقت میکنه آقای علی جانی که میگی که چی خیار خفش هروم هر اون لغمه تا سر تا پاد اعتقادات اسلامیه هیچ آشخالی بودی زن رزتت فرار کرد رفت در جمهوری اسلامی خودشو به کشتن داد خفش بابا شما ملی مذهبی های مصدقی اصلا خفه شید شما هایی که پشت دکتر فاطمی بودید که در روزنامه باختر امروز در دشمنی با شاه جزایر سگانه تنبه کوچک و بزرگ و بوموسا را از آن امارات دونستید سندش هم که هست بارها نشون دادم حالا شما هم که ببخشید جزایر سگانه رو از آن امارات میدونستید در لجبازی با آقای شاه امروز در دشمنی با جمهوری اسلامی که لشکر مردگان اداره پدر مردم مرد در میاره پیوستن به اسرائیل خیانت میدانی اون تو قفه شو دیگه هر کی میگه نون و پنیر شما مصدقی ها سرتون رو بذارید بمیرید شما ننگ تاریخید شما مصدقی ها تاریختون روشنه چه خیانت به این آب و خاک کردید جزایر سگانه رو من نبودم که به اسم چیز کردم ولی موضوع برنامه این سگانه سنالش الان هم دارم بهتون نشون بدم این اون تک جملمه تک جمله شو گوش ما ایرانی جبهه مقاومت یک رسالت الهی بر دوش داره برای چی؟ برای چی؟ برای تمام کردن ظلم بر روی کره زمین و تحویل دادن اون به صاحبش اتفاق خواهد افتاد بله. وعده است و لا لا یخلف المیاد خدا که مثل ما بنده هاش نیست که خلف وعده کنه قطعی است ما فقط از خدای درخواست داریم ببین همینجوری که گفت ما به خدا و علی الهی یعنی یه استدلال نداره تو چارچوب منطقی وقتی باختن اسرائیل داره دونه دونه بر روی زمین اینا رو کتلت میکنه وقتی که این چیز میکنه دیگه به ب... میزنه تو خط اینکه وعده الهی چند بگو وعده الهی یعنی من حرفی دیگه برای گفتن ندارم اسرائیل گو وعده الهی نه من گفتم وعده الهی تو این یک سال نه چوب تو آسینتون کردیم یا نه خدا مگه با تو نیست خودت و خدا تو با هم دیگه ترتیبشو میدیم نظر چیه <applause> مرسی تومیک عزیز خدایا از تو درخواست میکنیم به این خونهای به ناحق ریخته شده به ناحق ریخ ریخته شده اتنا کاملا به حق ریخته شده خب <applause> تمام کردن آره خونهای هفتم اکتبر و خونهای اسرائیلیا خدایش به ناحق ریخته شده این درست میگه کشتار مردم روستایی در مرزهای 1948 به ناحق ریخته شد اینو درست میگه رژیم جعلی و تقدیم کردن این پرچم به دستان مبارک حضرت ولی رو ببین همین یعنی دیگه چرت پر پرت شد دیگه به حضرت علی واس. آقا حضرت ولی تو واقعا غلط میکنه زور کنه تمام بخ... این خدای بی شعور لغمه لقمه زنازاده تو بالاخره یک حنجار هستی داره دیگه تمام هنجار هستی خودش رو میخواد زیر سوال ببره که امام زمان پوفیوز تو بیاد زور کنه بر از 1400 سال تو این 1400 سال کنوم چای توالت رو پر کرده بالاخره بعد یه چیزی می... چند وعده غذا خورده بالاخره بعد یه چا میرفت و یه کاری میکرده دیگه این تمام این هنجار هستی رو این خدای دلغه که تو میخواد بر هم بزنه که امام زمان زور کنه غلط کرده خود خدا, خدا اگه این کار کنه که خودم ترتیبشو میدم ولی چی من هنجار هستی رو به هم بزنه تو یه دونه گشا دوله به وسیله ما محقق کن با خفه شاشیدم حرفی نداره ببینید اینا مریضن اینا خودش هم داره رسم میگه با این مریضی میخوان برن در حقیقت زدیت کنم با یک کشوری که دنبال تکنولوژی دنبال انسانیت دنبال اصلا اصلا, اصلا, اصلا این نام نیست اصلا یک کشوری که بده ولی میخواد زندگی کنه تموم شده اینها دارن با این افکار غلط مزاحمت ایجاد میکنن و این هم بهتون بگم ببینید نکته ای که وجود داره این میخواد این حرفا رو زدی که چی بگه میخواد بگی اسرائیل ظالمه یعنی ظالم تر است اصلا اسرائیل توی که ظالم تر از همه عالم هستی یه یعنی تو واقعا به من میخوای اینو بفروشی که تو وضعت از اسرائیل اگر ظالمه بهتری اگر ظالمه که نیست که نیست برو ببین ما مردم چجوری برخورد میکنه ولی یعنی تو به من میخوای بفروشی توی که چشم دخترای ما رو در آوردی تو خوبی اسرائیلی که در وسط جنگ بهش میگن آقای نتانیاهو فلان فلان شده هیچکی خون از دماغش نمیاد اون بده اینو میخوای به من بفروشی؟ نه نمیتونی نمیتونی خرم کنی اکثریت کسانی هم که در خارج از کشور من دارم رسد میکنم پشت آقای چیز افتادن پشت آقای خامنه یا فلان به اسم ملیگرایی افتادن حوادار آقای مصدقن و من با یک بررسی ساده بهتون ببینید این حضرات از محمد منظرپور تا آقای محمد منظرپور تا آقای پیمان عارف تا همین آقای رامین پر تا خیلی چه همین آقای علی جانی که الان اومد این حرفا رو زد همه اینا طرفدار جریان فکری هستند که مصدقی هستند تاریخشون مشخصه که این در روزنامه باختر امروز در تاریخ 1354 در بتون تاریخش بهتون بگم این قشنگ تاریخ شماره 14 سال اول این در حقیقا مؤسس شادروان دکتر سید حسین فاطمی که آره میخوام تاریخش کهیه 1000 تیر ماه 1350 نشریه باختر امروز در تیر 1350 علنی میگه جزایر سگانه از آن اماراته سازمان های جپه ملی ایران در خاور میانه با شدت سیاست ارتجای شاه را در همه زمینه ها و همچنین در مسئله سه جزیره بوموسا تنب بزرگ و تنب کوچک رد میکنند و با تسلط شاه بر این جزایر مخالف است در دشمنی با شاه سه تا جزیره مهم استراتژیک ما را از آن امارات میدونستند حالا در دشمنی با جمهوری اسلامی که اصلا ببخشید یعنی اینا ببین چقدر دشمنیشون با شاه زیاده که حاضرن برن کنار امارات وایسن اما با جمهوری اسلامی به هم عقیده دیگه این دوستان مصدقی حاضر نیستن در دشمنی با جمهوری اسلامی کنار اسرائیل وایسن ولی به این که نه این جمهوری اسلامی رو میشه با شاه مقایسه کرد چون شاه بالاخره اگه شاه هم بود اگه بدن بود یک شاه ایرانی بود اینا اصلا ایرانی نیستن جمهوری اسلامی اصراری هم بر ایرانی بودن نداره میگه من جمهوری اسلامی هم. سپاه پاسدارانش هم که تاش ایران هم نداره پسوند و پیشوند ایران هم نداره جمهوری اسلامی هم دیگه چی شد که آخرش تازه بگم توی جلسه ای که اینا داشتن تو مجلس خبرگان میبستن بحث اینکه آقا ما جمهوری اسلامی ایران باشیم یا نه خیلی بحث بود که واژه ایران باشد یا نباشد بری توی این فیلم های تاریخ شفایی خیلی جالبه کلی نزدیک 15 ساعت از بحث اینا تو مدرسه خبرگان هست که آقای بهشتی و اینا نشسته بودن بحث میکنن که آقا ما فقط بشیم جمهوری اسلامی یا بشیم جمهوری اسلامی ایران یعنی همینو به بحث گذاشتن این چقدر اینا هر اون لقمن؟ رنگ پرچم رو به بحث گذاشته بودم میخواستن پرچم بشه یک دست سبز یا مشکی روی مشکیش بزنن محمد رسول الله روی سبزش اگه بشه یک دست سبز بزنن یا حسین این بشه پرچم ملی ایران که روانشون شاد یکی از اون نمایندگان خبرگان آقای موبت شهرزادی بود که حالا با یک ترفندی اجازه نداد اومد یک گفتش که آقا این سبز و سفید و سرخ لباس فرزندان این علی حروم لقمه است زینب سرخ میپوشیده حسن سفید میپوشیده و حسین سبز میپوشیده یا سبز رو کنم گفتش که اینجوری گفت یا سرخ رو گفتش که, که حسین سبز میپوشیده دقیقا که بعد اومد گفتش که بس بذارید همین سبز و سفید سرخ بمونه داستانا زیاده شما مصدقی ها تاریختون مشخصه تیر 1350 همین الان گفتم شما رفتید جزر سگانه را گفتم دارم دارم دیگه بهت نشون دادم دیگه خفه شد حالا شمایی که علیه شاه کنار امارات وایستدید به ما میگید که علیه جمهوری اسلامی نریم کنار اسرائیل وایسیم خر خودتونید ما علیه جمهوری اسلامی کنار اسرائیل وای نستدیم جنگ جنگ ایران و اسرائیل نیست جنگ جنگ لشکر مردگان و لشکر زندگانه اینها مردگی رو اینا مرگ رو دارن تقدیس میکنن جوانای ما رو کشتن و و و حرفای آقا جمهوری اسلامی چه جوری برود خیلی مهمه آقا شعر نگیم تو رو خدا 45 سال نتونستی در اپوزیسیون یک حرکتی یک خانه ایرانی کاری کنید جمهوری اسلامی هی بماند که ببخشید افغانیامون بیشتر بشن و و و داستانای زیاد به هر حال این جنگ و جمهوری اسلامی به همه تحمیل کرده ناحق است ضد ایرانی است از هر زاویه انسانی و استراتژیک و منافع ملی و در هر چارچوب حقوقی هم نگاه کنی جمهوری اسلامی باطل مطلقه باطل مطلقه قطعا تو این جنگ کنار آقای نتانیاهو وایسادین و امروز فردا حالا فکر تو روز بزنه فردا پس فردا تو هر ساعتی که از اینا کتلت کنه هل ما و روی به قول آقای سروشیچکست رو جنازه اینا میرخسیم میگفت دیگه رو جنازت میرقصم رو جنازت میره و این کارو میکنیم خوشحالیم از اینکه حتی مجسمه اون سلیمانی رو در جنوب لبنان که با پول نفت ایران ساخته شده رو خراب میکنن ما خوشحالیم که اسرائیل اون حرکت رو میکنه که یه مش چپگرای عقب افتاده یه ذهنی و فلان و اینا مثل اون علیز و اینا که بلند شده رفته اونجا میگه ما سلفی میگیریم داریم اسرائیل رو مسخره میکنیم مزاحمت داری ایجاد میکنی برای اسرائیل دمش گرم که این بلا رو سرتون آورد و هر روزم داره تحقیرتون میکنه بیشتر و بیشتر خیلی خب من برنامه رو یواش یواش مرسی از پارسا از چیستا از پژمان اگر بود بچه‌ای که در های ما در تلگراممون به خصوص ادمین هامون اینا سپاسگزارتونم و خواهشان دوستانی که برنامه رو دارن نگاه میکنن تلگرام رو من پین کردم تو کامنت اول میذارم خبرها رو ما تونتون اونجا ارائه میدیم و مرسی از عیزانی که در این برنامه استیکه گرفتن تومیک همیاران کدی کدی گرامی حمید گرامی حسن آلبرت اف، افراز گرامی و لیندا سپاسگزارم بابت استیکر نارنجی ماریا ماریا پاپک شهروز و بانو پاندایی سپاس از همتون که امشب همراه بودید من تلاش میکنم که برنامه ها رو همینطوری مرتب اجرا کنیم تا ببینیم اتفاق جنگ کجا میرسه که بعد از این اتفاق جنگ من بعد همو کم کنم که یه مقدار بتونیم زندگی کنیم من الان بعد از جنگ بعد از اتفاق محسا امینی واقعا خیلی اجراهام زیاد شده هر شبه و بتونیم بکنیمش هفته دو شب اجرا کنیم خوبه نه مثلا استراحت کنیم اینا شوخی میکنم کمترش ولی در آینده بعد بکنیم ولی فعلا واقعا موقعیت کمتر کردن برنامه ها رو ندارم هر لحظه اتفاقات زیاده و تو این جنگ به نظر من جنگ جنگ سنگی نیست که اینا دارن مقصویی میکنن نیازه که یک برنامه ای باشه اینجا فقط به صورت خالص استدلال ارائه بده و خیلی واقعا این استدلال هایی که داریم ارائه میدیم بذر سخنمون خیلی داره پراکنده میشه دمتون گم جمع که هوا این برنامه دارید و سپاسگزارتونم با